پس از گزارش‌های تایید ناشده مبنی بر گشت‌زنی جت‌های جنگی پاکستان به فضای افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به نشر این گزارش‌ها گفته است که امارت اسلامی مسئله گشت‌زنی‌های جت‌های جنگی پاکستان در فضای افغانستان را بررسی می‌کند و در صورت نقض حریم فضای افغانستان به گونه جدی به پاکستان پاسخ خواهند داد. همزمان با این، عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع گفته که نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستان بار دیگر در منطقه غورکی در تورخم درگیر شدند. او افزوده که نظامیان پاکستان نخواست بر نیروهای امارت اسلامی که میخواستند یک پاسگاه امنیتی در امتداد خط فرضی دیورند بسازند شلیک کردند، که در نتیجه نیروهای امارت اسلامی به شلیک متقابل پرداخته و منجر به درگیری شده است. چرا پاکستان به حریم هوایی افغانستان احترام نمیگذارد؟ چرا روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شده است؟ و ادامه درگیری های مرزی رابط دو کشور را به کجا خواهد کشان؟ در این مورد و موضوعات مرتبط با آن بحث خواهیم کرد. سلام به برنامه مجله صبح. از تلویزیون یک خوش آمدید. من منیر احمد امیری هستم و مهمانانم در این بحث آقایان هر یک محمد زلمه افغانیار، رئیس جریان همبستگی ملت واحد افغانستان، و آقای ولی فروزان تحلیلگر مسائل سیاسی که از خط اسکایپ با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. فروزان صاحب، بس را میخوایم با شما آغاز بکنیم. چرا پاکستان همواره به حریم افغانستان احترام نمیگذاره؟ سلام به شما و به مهمان گرامی. سلام. پاکستان به خاطر از اینکه ما درست است که در افغانستان در تمام اراضی افغانستان امارت اسلامی تسلط داره، اما فضای افغانستان در حقیقت باز است، چون ما سیستم دافع او نداریم و ایالات متحده امریکا هم وقتی که برآمدن، اینا دستگاهی که به مسائل کنترل فضای افغانستان تعلق می گرفت یا اونا را با خود بردن یا ای که تخریب کردن. به او خاطر پاکستان ای جرات به خود می ته که آزادانه در خاک افغانستان گشت‌زنی کنه. خب از نظر شما آیا حکومت افغانستان توان از زیر نداره تا جلو این عمل پاکستان را بگیره؟ در حقیقت نه، ما چون سیستم دافع ما نداریم، رادارهای درست نداریم در افغانستان، به شکل که اونا بتانن تکنولوژی جدیدی که در کار است، حتی کشورهای مثل اسرائیل نتانست چند روز پیش درون که از یا تیاری بی پیلوت که از ازبولا حدود 40 دقیقه داخل خاک اسرائیل داخل شده بود و حدود 15 یا 20 کیلومتر در داخل اسرائیل عکس برداری کرده و پس خارج شده. او را کشور اسرائیل مثل اسرائیل که از لحاظ تکنولوژی استخباراتی و مسائل سرویلنس یا امی نظارت بر فضای خود خیلی خیلی پیش از اونا نتانستن کنترل کنن. افغانستان قطعا تکنولوژی را که امروز لازم است نداره. اما جدا از تکنولوژی، ملت ها باید به حریم هوایی همین قسم تمامیت ارضی همسایگان خود احترام بگذارند. راه های دیگری است که این مشکلات حل شد؟ چرا جلوش گرفته نمیشه؟ خب در روی کاغذ همونطور است، قوانین است، حکومت ها باید مطابق خواست مردم تشکیل شود، کشورها باید با یکی دیگر تجاوز نکنن، حریم فضایی یا تمامیت ارضی یکی دیگر تخطی نکنن، پایمال نکنن، اما در عمل در حقیقت ما تا قرن 21 در جنگل زندگی میکنیم. شما میبینید که کشورها آزادانه نسل کشی میکنن، تارم سال اسرائیل، امریکا هم با تمام معنا او را اسلحه میتن، بم ابزار که اینا قابلیت از این را پیدا کنن که بهتر نسل کشی کنن، بهتر قتل عام کنن، برشان اروپا تمام اروپا میتن، کشورهای بسیار مدرن جهان که امروز
سالها مردم به خاطر اعاده دموکراسی، انتخابات، حقوق زن، حقوق بشر، جامعه مدنی زیر از این نما ما را فریب داده بودن. 20 سال در افغانستان اینا بودن و ما هم کورونا را پای اجرا قبول کرده بودیم که درست است اینا حامی های دموکراسی هستند، حامی های حقوق بشر هستند. امروز ما میبینیم که حقوق بشر همه کشورها از همه کده بیشتر پایمال میکنند. در اسرائیل چینل 12 اسرائیل رایگیری کرده 47% مردم به این نظر هستند در اسرائیل که فلسطینی ها را باید بالایشان تجاوز جنسی شود. اینال امریکا از این قسم یک رژیم پشتیبانی میکنه و 55 بار کابینه امریکا، ببخشیم کانگرس امریکا با پای استاد میشن و کف میزنن برای یک کسی که اونجا قتل عام کرده رئیس. ما در یک قرن 21 ما شما زندگی میکنیم، قرن وحشت است، قرن است که انسان ها قطعا رفتن به عقب به دوران بربریت در جنگل زندگی میکنیم. یعنی جلو این عمل کرده ای پاکستان گرفته نمیشه فرزان صاحب و انتظار هم نباید باشه؟ قطعا نه، اصلا با مقایسه مسائلی که در جهان امروز در جریان است، تجاوزی که بر خاکی که دیگه مثلا در اوکراین، در فلسطین، در مناطق مختلف جهان، در یمن، در اینجا صورت میگیره، ای که چند تیاری پاکستانی بیاد داخل افغانستان را کی پرسانش میکنه؟ ملل متحد سخنگوی امریکا است، راپور ایران که اینا میسازن به خاطر از اینکه دیگر روز یک امریکای دستاورد داشته باشه که اگر در کدام نقطه جهان اینا بمبارد میکنن و میگرن و یک کشور دیگر تجاوز میکنن، این هم میگه این راپور ملل متحد، اینی از امنیستی انترنشنال، اینی هم راپور های خیلی تشکر. این نمیتونه یک جامعه ما زندگی میکنیم، نمیتونه یک جهان. با شما برمیگردیم فروزان صاحب. افغانیار صاحب، شما اگر لطف بکنین بگوین که چرا پاکستان همواره به افغانستان و حریمش، چه زمینی چه هوایی، احترام نگذاشته؟ گاه شاید بمباردمان از این کشور بودیم که مناطق مرزی افغانستان را یا بمبارد کردیم و حالا جتای جنگی میان در حریم هوایی به افغانستان داخل میشن و شما واکنش امارات اسلامی را چگونه میبینین؟ حرفی را که آقای مجاهد گفته اگر چین چیز بررسی شود و شواهد به دست بیاید جواب جدی به پاکستان میدن، چه رقم یک جواب خواهد داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما، خدمت مهمان البس جناب فرزان سیم علیکم سلام میخوام داشته باشم. خدمت ملت افغانستان، هموطن عزیز ما، شما در هر گوش از جهان هستی که هستن، امیدوار است شما را مصحتمند باشن. هم رایزا کوم رای محترم شما کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و بشرمی است. از 76 سال پیش که یک قاده سرطانی در آسیای میانه از طرف انگلستان و روسیه به وجود آمد به نام پنجابستان، ما در تقابل هستیم با پنجابی ها. اگر ما عام‌تر صحبت بکنیم، در اطراف مردم حیوان خانگی نگاه میکنن که شب دوز نبیایه و خانه حفاظت شود. اردوی پنجابستان، حاکمان پنجابستان به مسابه همو حیوان خانگی هستند که انگلیسی ها و فرانسوی ها و امریکایی ها بر خود نگاه کردن به خاطر تنظیم بلانس سیاسی آسیای میانه. اگر هدف تقابل بر مبنای تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی باشه، در 50 سال گذشته پنجابی ها در قبال ما چنین برنامه داشتن. همیشه خواستن حکومت حاکم باشه، حکومت کابل، افراد اشخاص باشه علیه حکومت کابل و او احساس نمیکردن که با تغییر نظام سیاسی، رفتن جمهوریت و آمدن امارت، اماراتی را که حتی اعضا هیئت رهبریش هم در زندانهایشان بندی بود به شمول ملا برادر آخوند، او بدون اجازهشان یک گلاس آب را هم بنوشه. اما امروز همو طالب آمده در افغانستان از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب را مدیریت میکنه. در مقابل تحرکاتشان عسکرش با یک پرتله استاد میشه، خطب انوارا نارام میسازه و از طرف امروز 5 پایگاه امنیتی امریکا در اوجه در پایگاه هایشان هست، بعد بیره، آزاد پختونخوا، نظر آباد، یعقوب آباد و پایگاه شمسیشان. هدف نهایی پنجابی ها این هست که تحرکات را وجود بره که امارت اسلامی را تحریک بکنه که در مقابلشان عکس العمل نشان بده که ما وارد یک میدان جنگ دیگه شویم. بر جهان و کشورها این تحفه باشه که بله، طالبان با ما تعامل نمیکنه، جنگ میکنه. به کرات ما برای هیئت رهبری امارت اسلامی صدا کردیم و خاصتا وزیر امور داخله و وزیر دفاع که در مناطق مرزی افراد و اشخاص مسلکی را جای به جای بکنین، کوا با ما اساس تعهد مسلکی موضوعات مرزی را کنترل داشته باشند.
این موضوع برمیگرده به تحرکات. اگر ما فضای ما به دست ما نیست، اگر ما خواسته باشین علیه پنجابی ها برنامه داشته باشین، ما در جمهوریت هم میگفتیم و در امارت هم میگفتیم، هر صحبتی که میکنم عواقبش را میفهمم، هم به عنوان یک دکتر هم به عنوان یک عسکری که آکادمی را مسلکی خواندیم. اگر ما در جایگاه تصمیم گیری می بودیم، همو برنامه منحوسانه 50 ساله پنجابی ها در قبال افغانستان را برای خودشان تعمیل میکردیم. اگر فضا به دست ما نیست، زمین به دست ما هست. اگر از آدرس افغانستان بر 10 ثانیه فتوا مبنی بر جنگ در پنجابستان اعلام شود، شما ایره مطمئن باشین که ظرف کمتر از یک ماه پاکستان به جای برسه که افغانستان به دهه 70 رسیده بود. اما همین حکومت سرپرست به جهان و کشورهای منطقه اطمینان داده که ما مخالفین سیاسی شما را حمایه نمیکنیم، ما علیه منافع شما برنامه نداریم. پنجابی ها ندارن برنامه. اگر نداره همون سمو سفیر منحوسش که از چهره شیطنت میباره در کابل شش راست، بفرمایید ما به خدمتشان هستیم. چنین نیست. هدف چی هست؟ برادری هست؟ اخوت هست؟ نه، هدف این هست که انگلستان خوش باشه، امریکا خوش باشه، که بله اینمی حیوان خانگی که در پهلوی افغانستان نگاه کردن و حاکمیتش بر پنجابی ها سپردن، افغانستان را نارام میسازن و تحرکات وجود دارن. افغانستان صاحب، شما واکنش ما رو چگونه میبینین؟ اینا گفتن که در صورت نقض نیم فضای افغانستان به گونه جدی برخورد خواهد شد با بهترین پیام است. چگونه برخورد خواهد کرد؟ هر حاکمیت که از اراضی ملی خود دفاع میکنه بر ما قابل قدر هست. بر ملت افغانستان قابل قدر هست. ما هم حاکمیت میخواییم که از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب، از مرزهای افغانستان حفاظت بکنه. ما برگردیم در اوایل، حتی ایرانستانی ها 1.5 سانتی متر زمین داخل افغانستان میامدن، عسکر امارات با یک پرتله برازو اجازه نداد. خاک وطن هست، وطن مادر هست. کسی که از مادر خود دفاع میکنه، هویت خود حفظ میکنه، استقلالیت ارضی و مرزی رو مد نظر داره، برای ما قابل احترام هست. این که حکومت سرپرست پیام داشته، پیامشان بر مبنای خواسته ملت افغانستان هست، باید چنین یک پیامی برشان میداشتن. پس با چه امکانات جواب خواهد داد؟ امکانات مشخص هست. پنجابی های رو خوب میفهمند. 21 بار رؤسای جمهور افغانستان سفر کرد به پنجابستان، برشان گفت زمینه ایجاد اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری فی مبان افغان ها شوین، برادری را ثابت بکنین. ثابت نکردن، گفت مشکل داخلی تان است، برین حل بکنین. اما همین حکومت سرپرست تا فعلا چندین بار نشست های تی تی پی را با پنجابی ها آماده ساخته که با هم صلح بکنن. اگر حکومت از این موقف خود عقب نشینی بکنه و هموز زمینه صلح فی مبان مخالفین سیاسی مسلح پنجابستان را آماده نسازه، شما ببینین که کمتر از یک ماه به تاکید میگین تحرکات به وجود به همون شکلی که مولانا فضل الرحمن گفت تا 6 ماه آینده بیرق مجاهدین برحق تی تی پی در پنجابستان به اهتزاز در میآید. تا زمانی که چنین هم نشود، به تاکید میگین ما را آرام نمیمونند، خاصتا دو کشور همسایه ما که از نام اسلام او همیشه همراه خود داشتند، اما به خلافش عمل کردند و منافع ملی افغانستان را او هیچگاه احترام نگذاشتند. فقط خواستند افغانستان بدون ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگیشان باشه، افغانستانی که حریم خود حفظ کرده نتانه، او برای ما نارامی را وجود آوردند. اما تا این لحظه حکومت ها در افغانستان برای کشورها آرامش را خواستند. امیدوار هستم این آرامش خواستن را او از بی‌غیرتی افغان ها ندانند. زمانی که آب از سر بگذره، بچه زیر پای هست. و این مطمئن باشین اگر افغانستان در موضوعات کشورهای همسایه خود دخیل ساخت، این مطمئن باشین که معادلات سیاسی بر مخالفینشان طوری مدیریت شوه که چالش ها را امریکا و فرانسه هم نتانه مدیریت بکنه برای کشورهای نابرابر و نابرادر همسایه ما. تا حالا چی فکر میکنین؟ این مداخله صورت گرفته؟ اون موضوعات رو با زبیلا مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با یک روز بیاد تشریح بکنه. خیلی تشکر افغانی هاش. وقفه داریم، پس از وقفه بس را ادامه میتیم. بیندای عزیز، وقفه است و دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید فروزان صاحب. آنچه را که در مقدمه هم من اشاره کردم به او، اخیراً درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان انجام شده. شما چگونه میبینین این درگیری ها را؟ بالاخره ادامه درگیری ها و تنش ها میان کابل و اسلام آباد رابط دو کشور را به کجا خواهد کشاند؟ خب چیز را که باید ما در نظر داشته باشیم که پاکستان با هیچ نظام، با هیچ حکومت افغانستان کنار نامده. از روز اول پاکستان ایجاد شده با افغانستان مشکل داشته، در زمان ظاهرشاه گرفته تا و امروز.
یکی در افغانستان چی میگذره؟ تنها پاکستان در وقتی که تصمیما در پاکستان در مورد افغانستان گرفته شود در صورت اونا راضی هستند. مثلا در دوران توافقنامه دو زیر بحث بود، هر بار خلیلزاد میرفت در اسلام آباد، بعضی وقتا حتی کابل نمیمد، در قطر میرفت و باز اسلام آباد میرفت. در اونمون تر یک وضعیتی ها بسیار خوش هستند. در یک وضعیتی که افغانستان اصلا در افغانستان نکدام حکومت باشه، نهادام از بین رفته باشه، تعلیم، تربیه، درس، سیستم، وزارت های منظم نباشه، به شکل در دوری اول امارت اسلامی اینا چون افغانستان از حالت جنگ برآمده بود و کابل به صورت کامل تخریب شده بود، کدام نهاد نبود، وزارتخانه از بین رفته بود، حتی کد تلفن افغانستان هم کد پاکستان بود و کاملا افغانستان به پاکستان محتاج بود. در وقت اینا بسیار خوش بودن، اما ای بار وقتی که میبینن که افغانستان صاحب یک چیز است، وزارتخانه است، سیستم نظامی منظم داره و وزارت های مختلف و نهادهای مختلف در اینجا به یک شکل درستش حکومت داری میکنن، اینطور یک وضعیت برای پاکستان قطعا قابل پسند نیست. در هیچ وقت نبوده، نظام های افغانستان همیشه گروه را اینا تمویل کردن، ایجاد کردن و تجهیز کردن تا اینکه در افغانستان مشکلات را به میان بیارن. به خاطر این وضعیت دوام میکنه. افغانستان که امروز است، افغانستان که مقتدر است، افغانستان که در اینجا آرامش است، مردم سایست اقتصاد کمک نسبتا زیر بنا ساخته میشه، طور مثال سالنگ یا خوشتیپا یا جای دیگه، ایتر یک چیز را پاکستان نمیخواست. پاکستان یک امسایی را میخواه، یک افغانستان را میخواه کاملا ناتوان و محتاج به او که ایچ نوع. فعلا پاکستان به این نوع در آشیه قرار گرفته، چون خود افغانستان ارتباط داره با کشورهای مختلف. مثلا ما تعامل داریم با روسیه، با چین، با ایران، با حتی با ایالات متحده آمریکا به یک نوع، با قطر، با کشورهای عربی، بعضی کشورهای اروپایی، حتی با ژاپن، کشور دور نزدیک. اتر یک چیز رو پاکستان قطعا نمیخواد. تمام تصمیمای در دوران جواد علیه تاج جمهوری شوروی پاکستان به این عادت کرد که باید تصمیمای افغانستان از طریق ما گرفته شود. وقتی توافقنامه ژنو امضا میشد در سال 1989 که روسا میخواستن خارج شوند از افغانستان، همین مجاهدین مثلا آقای ربانی، آقای حکمتیار، آقای سیاف، آقای مولوی خالص و بقیشان همه که زیر پاکستان نماینده خود تعیین کردن شما برین توافقنامه را امضا کنین. پاکستان اونو تر یک موقعیت میخواه در افغانستان. وقتی که افغانستان نمیبینه که یک سیستم دیگه جور شد، باز اینا گروه دهشت افغان، گروه های تروریستی را فعال میسازن تا یک سیستم از بین بره. امیال داعش خراسان ما باید میان این را گفتم ایتانم که یک شاخی از آیس های است. بخاطر از دید که افغانستان میخواه نام کنم برنامه بزرگش در دست سی آی است و از طریق پاکستان عملی میشه، از طریق آیس های پاکستان طوری که افغانستان ناامن باشه، آسیای میانه ناامن باشه، روسیه ناامن باشه و در این منطقه اصلا رشد اقتصادی صورت نگیره. قسمی که میمان گرامی گفتن پاکستان، ما باید یک چیز دیگر که ما باید داشته باشیم، پاکستان و اسرائیل هر دوی از این در یک سال نو ماه متفاوت اینا ساخته شدن و هر دوی از این توسط انگلیس ساخته شده. وقتی که انگلیس دیگه نتونست هند بریتانیوی قدر یک سایه بزرگ کنترل کنه، یک قسمت خرد از این جدا ساخت تا ای که دیگه یک پایگاه داشته باشه و تا به امروز به شکل بسیار درست از اسرائیل پایگاه بسیار خوبتر بوده بر امریکا. ما شما دیدیم که امریکا در اینجا غرب در مجموع اتحاد جماهیر شوروی را با او عظمتش و کمونیسم کامل از طریق پاکستان و استفاده از احساسات وطن دوستانه و مذهبی افغان ها اینا به شکست مواجه کردن و از استفاده از خاک پاکستان شده بود. خیلی تشکر. در دوران سالی که جنگ بود، در دوران جمهوریت پاکستان، در سقوط امارت، حکومت اول امارت اسلامی از طریق پاکستانی اینا سرنگون کردن و در 20 سال جمهوریت رای کمالاتی پاکستان بود. اگر یک بوتلاب عسکر امریکایی می آمد تا وصله بسیار تاسیسات بزرگ از خاک پاکستان می آمد.
خیلی تشکر. اینا همیشه پایگاهی بودن و عین عمل کرده که در قسمت اسرائیل میشه به این شکل اینا هم همین قسم یک پایگاه بسیار مهم هستن بر امریکا. برای اردوی زیده کشور گفته شده که تو باید با همسایه دشمن باشی، همین قسم با افغانستان یا دشمن هستن، با این دشمن هستن. برای اردویش گفته تا به دندان تو باید مسلح باشی. برای اردویش گفته که باید شما قدرت های اتمی باشین. برای اردویش گفته که شما قدرت های نظامی بزرگ باشین. و اردوی ازی همین پاکستانی خیلی تشکر فروزان سب، خیلی تشکر، ممنون شما. افغانیار صاحب، آنچه را که فروزان صاحب بیان کردن، پاکستان نمیخواهد در افغانستان حکومت قوی باشه. حالا که از دید فروزان صاحب امارات اسلامی قوی است، به نحو پاکستان ناامید شده. شما چی فکر میکنید؟ پاکستان چی انتظار داشت با به حکومت رسیدن امارات اسلامی در افغانستان؟ ما در اول برنامه هم گفتیم و هیچگاه حکومت افغانستان را مورد قبول ندارن. امیدوار هستم حاکمان لاهور پنجابستانی ها به این نتیجه برسند که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان هست خلاص، و اگر چنین نکنند روزی سرشان می آید که بنگلادش به سر ده ها هزار عساکرشان آورد که در تاریخ درج است که چطور شده بود. وقتی که 85 میلیارد دلار تجهیزات پدر معنویشان امریکا در افغانستان مانده، پنجابی ها با سلاح با ما جنگ کرده نمیتونه. 3 سال قبل از طریق علمای خود بر افغانستان جنگ را میخواست به افغانستان. امروز در رأس حاکمیت در افغانستان شیخ هیبت الله امیرالمومنین به عنوان شیخ الحدیث هست. ولی ها، وزرا، سفرا، مفتی ها هستند. این کار کرده نمیتونه و به نحوی هزارها هزار شاگردایی که بوسون مرز هستند استادانشان داخل افغانستان هست. امیدوار هست و وقتی که منافع ملی مطرح بحث میشه، افغان ها یکی میشن، یک مشت واحد میشن. اوجا باز تاجیک و ترکمن و ازبک و هزاره شیعه و سنی نیست. همون شکلی که در طول تاریخ نشان داد که پدر معنویتان انگلستان آخر نسکرش برایدن برآمد و او از طریقش باز رفت به هند برتنوی رفت. روس ها آمد، امریکایی ها آمد. شما اگر بشه افغان ها را، افغان ها را چی بود از امارات اسلامی با حکمیت رسیدنشان در افغانستان؟ آیا فکر میکنید که وقتی که رئیس آیسایش که عسکر خردزابط امای سکس انگلستان هست، به سیرنامی گلاس چای پیش شد، هدفش چی بود؟ او فهمی کدیج خانه پدرش هست. آیا اختلافات رفیم بین افغان ها رقم نزد در روزهای اول حاکمیت امارات اسلامی؟ افغان ها ماها جوان ها در صفحات مجازی که دیگر توهین نمی کردن. اما آیسته فهمیدن نه، اگر طالب در حاکمیت قرار گرفت بر از او منافع ملی افغانستان مطرح بحث هست. از همین میز ما صحبتم به طالب همیشه بود که دوحه دور است، بیا به افغانستان با تو صحبت بکنین. و خوشبختانه هنوز هم داخل وطنم هستیم. نقاط ضعفش را برش ضعف میگین، نقاط قوت را برش قوت میگین. و به کسایی که طرفدار لاهور پنجابستانی ها هستن، حاکمان تهران ایرانستانی ها هستن، من میگم که دستان از کابل تا به تهران، از کابل تا به لاهور خلاص. بر ما منافع ملی مهم هست. همین طالب که امروز در حاکمیت هست، عسکرش از منافع ملی ما دفاع میکنه، بر ما قابل قدر هست. همین طالب موضوعاتی که رهبر و رهبرزاده داشتن، او را میخواهی مدیریت بکنه. درخت بری شش تبر میخورد، ناله میکرد، گفت چرا ناله میکنی؟ گفت اگر دسته تبر از جنس خودم نمی بود، ما امروز ناله نمیکردین. او رهبر و رهبرزاده های خائنی را که جتهای جنگی افغانستان را، مدافع هوایی افغانستان را، توپ و تانک و تیاره افغانستان را به اردوی پنجابستان مدخم کردند، کجا هستند که امروز بیان جواب بدن؟ اگر زنده هستند جوابگو هستند، و اگر مرده هستند در قبر او را ملت افغانستان لعنت میفرسته. زمانی که تیاره های بلند پرواز افغانستان در زمان داوودخان پرواز میکرد، پنجابی ها به لاهور لرزه میکردند که ما تیاره داشتین. همون رهبرزاده ها از رئیس استخبارات از همون زمان پنجابستان خواهش میکردن که تو بیا به عنوان مشاور نظامی ما در کابل تو برنامه داشته باش. اوها همون روزها یادش هست. امروز طالب که از مدرسه در حاکمیت قرار گرفته، پالیسی میسازه، با بیشتر از 40 کشور دنیا رابط برقرار میکنه، تمام دنیا در افغانستان دو باشین. ما یک متر مکعب گاز نداشتین، یک متر مکعب تل استخراج نکردن. این طالب اون مدیریت میکنه، خب طبعا نوار آرام ساخته. تشکر، خیلی تشکر. افغانستان فرصت ما کم است. فروزان صاحب، میخوایم با آخرین پرسش از شما داشته باشم. آنچه را که افغانیار صاحبم بر از او اشاره کردن، آمدن رئیس آیسای در روزهای نخست با حکومت رسیدن امارت اسلامی، شما فکر نمی کنین اینا انتظارهای دیگر از امارت اسلامی داشتن اما حالا ناامید شدن؟
کاملا اینا انتظار قسم داشتن که افغانستان باید یک کشور باشه کاملا وابسته به پاکستان. پالیسی هایی که در افغانستان در اینجا ساخته میشه باید مطابق خواست پاکستان باشه و خصوصا در مورد مسائل واردات صادرات مثلا مسائل گمرکی و ایگه پا. خیلی کوتاه اگر بند بکنین وقت ما کم است فرزون صاحب. بله من میره میگفتم که اینا کاملا یک توقع دیگه داشتن. یک چیز را که ما باید داشته باشیم یک ضرور مسئله است که ایده انگلیس ها بخیلم که گفتن که افغان ها را شما کرا گرفته میتونین مگر خریده نمیتونین. هر افغان که در افغانستان حکومت کرده و واقعا خواسته از منافع ملی خود دفاع کنه پاکستان علیه از او قرار گرفته. خود به خود هر افغانی که باشه که اگر وطن پرست باشه او مجبور است که پاکستان او را خوش نمی داشته باشه و همینطور یک وضعیت که امروز به میان آمده دلیل شمیس و حکومت های قبلی هم مشکلات که داشتن به می بنیاد بوده. خیلی تشکر، خیلی ممنون حضورتان آقایان هر یک، محمد زلمه افغانیار رئیس جریان هم بستگی ملت واحد افغانستان و آقای ولی فروزان تحلیلگر مسائل سیاسی. ممنون حضورتان. بینده عزیز ممنون شما هم که تا این دم با ما بودید. برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.